سلام دوستان، با فاکس موویز خوش آمدید. در این ویدیو داستان کامل فیلمی از ژانر تریلر را از سال 2020 به نام دی پارامدیک تعریف میکنیم. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال را فراموش نکنید. در ابتدای فیلم یک تصادف رانندگی را میبینیم که منجر به زخمی شدن 5 نفر میشود. پس از مدت کوتاهی برای کمک به مظلومان آمبولانس در محل حاضر می شود. یکی از امدادگران که انجل نام دارد بلا فاصله پاسخ می دهد و توسط همکارش و راننده آمبولانس ریکاردو همراهی می شود. همچنین می توانیم ببینیم که انجل عادت بدی به سرقت وسایل قربانیان دارد. هر دو بلا فاصله قربانی را به آمبولانس می برند و بعد به بیمارستان برمی گردند. صحنه بعد به زندگی شخصی انجل خارج از محل کارش تغییر می کند. جایی که در آپارتمانی با دوست دخترش ونسا زندگی میکند که البته انجل از ناز او را وین صدا میکند. انجل خیلی دوست دارد از وین بچه دار شود، اما تا به حال پس از تلاش های فراوان وین نتوانسته هنوز باردار شود. به علاوه انجل مطمئن است که هنوز باروری دارد و باروری وین دلیلی است که هنوز بچه دار نیستند. یک روز انجل تصمیم میگیرد با بررسی اسپرمش در بیمارستان آزمایش باروری انجام دهد. اما زمانی که دکتر به او اطلاع می داد که تعداد اسپرم هایش کم است و حرکتش ضعیف، انجل غافلگیر می شود. دکتر به او توصیه می کند که برای افزایش شانس بچه دار شدن از تکنولوژی کمک باروری استفاده کند. وقتی در آپارتمان است، سگ همسایه هر شب مدام پارس می کند که خوابیدن را برای او مشکل می سازد. همچنان ونسا به خاطر درس هایش همیشه دیر خانه برمی گردد. یک روز انجل و ریکاردو تماسی می گیرند که تصادفی رخ داده. بلا فاصله به محل حادثه می روند. هنگامی که آنجا می رسند، دوتایی قربانی را با آمبولانس می برند. در راه بیمارستان قربانی ناگهان دچار تشنج می شود که انجل را دست پاچه می کند. همچنین باعث می شود ریکاردو که در حال رانندگی آمبولانس است تمرکز خود را از دست بدهد و در نتیجه تصادف وحشتناکی رخ می دهد. متاسفانه در نتیجه حادثه هر دو پای انجل فلج شده. برای رفت آمد و ادامه فعالیت‌های روزانه‌اش باید به ویلچر تکیه کند و همچنان شغل خود را نیز به دلیل فلج شدن پاهایش از دست می‌دهد. در وضعیت فعلی انجل فقط در آپارتمان نشسته و قادر به کار نیست و فقط به مزایای ناتوانی که بیمارستان می‌پردازد متکی است. واضح است که وین نیز از دیدن وضعیت او خیلی ناراحت است، ولی حداقل در انجام فعالیت‌های روزانه، تهیه غذا و انجام کارهای دیگر به او کمک می‌کند. انجل همچنین بعضی اوقات تمرینات ریکاوری انجام میدهد و با آرامی با کمک دستیارش ساندرا برای بازیابی پاهایش راه میرود. پس از فلج شدن انجل نسبت به همه چیز بدبینتر شده و احتمال اینکه نسبت به دوست دخترش حس ناامنی داشته باشد و یا راحتتر عصبانی شود بیشتر است. در نیمه شب با دیدن تماس مردی به نام روبرتو در تلفن ونسا مشکوک میشود، چون ونسا اخیراً بارها با او چت کرده. انجل سعی میکند از ونسا در مورد روبرتو بپرسد، ولی ونسا میگوید که او هم کلاسی اوست که همیشه در انجام تکالیف به او کمک میکند. اما انجل هنوز شک دارد و نمیتواند حرف او را باور کند و یک ویدیوی آموزشی درباره هک کردن تلفن میبیند. روز بعد ریکاردو با او ملاقات میکند و میخواهد از او به خاطر سهل‌انگاریش عذرخواهی کند، اما انجل عصبانی به نظر میرسد و نمیخواهد دوباره ریکاردو را ببیند. وقتی ونسا میخواهد کالج برود، انجل از او میخواهد که از مغازه نزدیک آپارتمانشان برای او بستنی بخرد. پس از رفتن ونسا گوشی او را میگیرد و بعد برنامه هکر را نصب میکند تا ردیاب و برخی از ویژگی های دیگر را فعال کند که به او اجازه میدهد ببیند ونسا چه کار میکند. مدتی بعد ونسا با یک بستنی برمیگردد و قبل از رفتن به دانشگاه خداحافظی میکند و گوشیش را که با برنامه هکر نصب شده میگیرد. پس از رفتن او انجل بلا فاصله لپتاپ را میگیرد تا همان برنامه را نصب کند. لپتاپ را به تلفن ونسا متصل میکند. در نتیجه تمام فعالیت های ونسا میتواند به طور مخفیانه توسط انجل کنترل شود. این شامل همه چیز از ضبط مکالمه ونسا گرفته تا فیلم هایی از فعالیت های او از طریق دوربین او میشود. در راه رفتن به جلسه ریکاوری با وسنته برخورد میکند. انجل از دست او عصبانی است، چون سگش مدام سر صدا میکند. وسنته سعی میکند توضیح دهد که باید هر شب با همسرش باشد که فعلا در بیمارستان است و باید سگش را در آپارتمان تنها بگذارد. در طول شام به وین میگوید که حالش دارد بهتر میشود، اما پس از واکنش ونسا به خبر او در عوض فکر میکند که ونسا دیگر به او اهمیت نمیدهد.
وین میگوید یک پیشنهاد شغلی در کلینیک دامپزشکی دریافت کرده و در حین اتمام تحصیلاتش به صورت پارتایم میتواند کار کند. اما به نظر میرسد که انجل با آن موافق نیست، چون زمان ونسا را با او کم میکند. درگیر یک مشاجره میشوند قبل از اینکه ونسا تصمیم به ترک آپارتمان بگیرد. انجل با جاسوسی از ونسا که با روبرتوی همکلاسیش در حال بحث است به روال معمولش برمیگردد. روز بعد ناراحتی خود را از ونسا که برای او وقت ندارد ابراز می کند. انجل با او می گوید که فراموش کرده داروهای او را تهیه کند، علی‌رغم این واقعیت که خودشان را پنهان کرده. این باعث می شود ونسا احساس ناراحتی کند، چون همیشه به خاطر اعمالش سرزنش می شود. بعد برای خرید دارو بیرون می رود. در این مرحله انجل دیگر نمی تواند سر و صدای سگ فسنتی را تحمل کند. بنابراین در یک اقدام سادیستی سوزن در یک تکه گوشت فرو می کند. پس از آن به پارک می رود، جایی که وسنته و سگش معمولاً برای گرفتن هوای تازه آنجا می روند. گوشت را به سگ می دهد به این امید که بتواند او را با آن بکشد. آن شب انجل ونسا را که با دوستش در مورد رفتار خشم‌آلود انجل صحبت می کند زیر نظر دارد. دوستش به ونسا می گوید که انجل را ترک کند تا دیگر مورد سرزنش قرار نگیرد. اما ونسا پاسخ می دهد که نمی تواند او را در چنین شرایطی ترک کند. انجل که این را میشنود از گفتگوی آنها دلخور میشود و میترسد که ونسا واقعا او را ترک کند. پس از آن سعی میکند غذای مورد علاقه ونسا را برای شام آماده کند. در طول شام بابت رفتارش از ونسا عذرخواهی کرده و همچنین برای مراقبت از او تشکر میکند. انجل میخواهد آن شب دوباره امتحان کنند که اگر بچه دار شوند، چون شاید این بار ونسا واقعا باردار شود. اما وقتی هر دو وارد عمل می شوند، معلوم می شود که انجل به دلیل فلج بودنش دیگر نمی تواند چیزی احساس کند. در حالی که انجل در حال دوش گرفتن است، ونسا پیامی از دوستش دریافت می کند. اما به طرز عجیبی متوجه می شود که صدای نوتیفیکیشن از لپتاپ انجل و تلفنش همزمان پخش می شود. وارد اتاق انجل می شود و لپتاپ او را چک می کند و متوجه برنامه هکر می شود که در تلفن خودش نیز نصب شده. وین بالاخره متوجه می شود که انجل خیلی وقت است دارد از او جاسوسی می کند. حالا که نسبت به اعمال او احساس ناامنی می کند، بلا فاصله وسایلش را داخل چمدانش می گذارد و بدون اتلاف وقت انجل را در آپارتمانش تنها رها می کند. انجل که تازه از زیر دوش بیرون می آید، سرانجام متوجه می شود که ونسا همه چیز را فهمیده و او را ترک کرده. صحنه با چند ماه بعد منتقل می شود. شب کریسمس است. انجل تنهاست و دیگر بدون کمک ونسا به کارهای روزمره‌اش ادامه می‌دهد. اما هنوز به طور منظم تمرینات ریکاوری روی پاهایش را با سانترا انجام می‌دهد. پس از اینکه چند ماهی از رفتن ونسا می‌گذرد، انجل احساس تنهایی می‌کند و سعی دارد با تاکسی به محل کار او برود تا وضعیت او را زیر نظر بگیرد. متوجه می‌شود که ونسا منتظر شخصی است تا او را بردارد. و انجل نمیتواند این واقعیت را بپذیرد که آن شخص دوست خودش ریکاردو است. در حالی که آنها برای خود ادامه میدهند، انجل از پشت آنها را تعقیب میکند. با دیدن ورود آنها با فروشگاه لوازم کودک، قلب انجل بیشتر به درد میآید. متوجه میشود که ونسا حالا حامله است و در انتظار فرزند ریکاردو. به نظر میرسد انجل در آپارتمانش در حال برنامه ریزی چیزی است. بعد با ملاقات همکار سابقش می رود و در آزمایشگاهی که قبلا در آن کار می کرد یک مورفین و یک داروی بی‌حسی می خرد. پس از انجام همه چیز روز بعد بر می گردد و در جای منتظر ونسا می ماند. از پشت دنبالش می آید و او را صدا می کند. وقتی ونسا دوباره او را می بیند، اصلا هم از حضور او خوشحال نیست و علاوه نمی خواهد دوباره او را ببیند. اما انجل می خواهد با او صحبت کند و برای همیشه با او خداحافظی کند. خب ونسا که دلش برای او می سوزد، او را صدا می کند و تصمیم می گیرد که او را تا آپارتمانش همراهی کند. با محض رسیدن آنها، انجل از او دعوت می کند که داخل خانه بیاید، چون وسایل ونسا از جمله پاسپورتش هنوز در آپارتمان است. با او می گوید که آن را از اتاق مادر بزرگش بگیرد. متاسفانه همونطور که می خواهد وسایلش را بردارد، ناگهان انجل از پشت با او داروی بیهوشی تزریق می کند. در نتیجه تزریق ماده بیهوشی ونسا از حال می رود و زمین می افتد. وقتی با هوش می آید متوجه می شود که دست و پایش با تخت بسته شده. انجل یک آهنگ با صدای بلند در اتاق پلی می کند قبل از اینکه ونسا را در اتاق قفل کند. بعد تلفن همراه ونسا را می گیرد و بیرون می رود. پس از آن تلفن را باز می کند و پیامی از ریکاردو پیدا می کند که دنبال ونسا می گردد.
انجل با چت پاسخ می‌دهد و می‌گوید که ونسا باید از ریکاردو دور باشد و اینکه نمی‌تواند از بچه مراقبت کند و بعد تلفن را داخل رودخانه می‌اندازد. پس از آن به آپارتمانش برمی‌گردد و با دیدن ونسا که در اتاق اسیر شده می‌رود. آهنگی را که هنوز در حال پخش است خاموش می‌کند و پارچه را از دهان او بیرون می‌کشد. ونسا که هنوز می‌ترسد دوباره فریاد می‌زند و کمک می‌خواهد. در نتیجه انجل دوباره دهان او را می‌بندد و یک بار دیگر او را بیهوش می‌کند. در حالی که از جلسه ریکاوری خانه برمی‌گردد، ناگهان ریکاردو با او نزدیک می‌شود که دارد دنبال ونسا می‌گردد. انجل طوری رفتار می‌کند که انگار از رابطه آنها بی‌خبر است، در حالی که ریکاردو آن را برای او توضیح می‌دهد. بعد می‌گوید که مدت زیادی است که او را ندیده و نشان می‌دهد که پایش درد دارد و باید خانه برود. در آپارتمان ونسا با هوش آمده و می‌بیند که دیگر در بند نیست. فکر می‌کند فرصتی برای فرار دارد، اما وقتی می‌خواهد حرکت کند معلوم می‌شود که به پاهایش مایع اپیدورال تزریق شده، مایعی که پاهای او را موقتاً فلج می‌کند. خب ونسا که قادر به راه رفتن نیست، به هر حال سعی می‌کند از اتاق فرار کند، اما چون در قفل است نمی‌تواند این کار را انجام دهد. پس از آن یک پیام صوتی از ریکاردو دریافت می‌کند. ریکاردو می‌گوید که می‌خواهد گم شدن ونسا را با پلیس گزارش کند، چون دارد شک می‌کند که انجل به این موضوع ارتباط دارد. بعداً انجل مقداری غذا به ونسا می‌دهد. افتخار می‌کند که می‌تواند به زودی صاحب یک فرزند شود، حتی اگر فرزند مال خودش نباشد. وقتی در لحظه حواس انجل پرت می‌شود، ونسا بلافاصله یک بطری آبجو را می‌گیرد و با آن به سر او می‌زند. سعی میکند از اتاق فرار کند در حالی که برای کمک فریاد میزند، اما انجل که هنوز درد دارد بلا فاصله آمپول بیهوشی را میگیرد و دوباره موفق میشود ونسا را بیهوش کند. مدتی بعد وسنته در خانه انجل را میزند. مشکوک است که صدای ونسا است که در اتاقش فریاد میزند و کمک میخواهد. از آنجایی که وسنته تهدید میکند که با پلیس تماس میگیرد، انجل وسنته را دعوت میکند تا وارد شود. و همونطور که انتظار می رفت وسنته از دیدن ونسا که روی زمین افتاده شوکه می شود. اما انجل از پشت چاقویی بر می دارد و وسنته را بارها با آن می زند تا اینکه بمیرد. پس از آن با دوست جنایتکارش فرمین تماس می گیرد و از او کمک می خواهد. وقتی فرمین از راه می رسد، انجل به او مقداری پول می دهد تا جسد وسنته را از آپارتمانش تمیز کند. فرمین موافقت می کند و جسد وسنته را با کامیونش می برد. روز بعد پلیس به آپارتمان انجل می آید و در مورد ناپدید شدن ونسا که ریکاردو گزارش کرده تحقیق می کنند. انجل به همه سوالات خیلی خونسردانه پاسخ می دهد و هیچ شکی را در ذهن افسران نسبت به او خلق نمی کند. وقتی یکی از افسران داروهای انجل را روی میز می بیند، انجل با آنها اطلاع می دهد که دارو برای درد نوروپاتک اوست. پلیس که حالا وضعیت انجل را درک می کنند از آپارتمان او خارج می شوند. اما آنها نمی‌دانند که در واقعیت انجل کلیدهای آپارتمان ریکاردو را در کیف ونسا پیدا کرده و برنامه شومی در سر دارد. در همین حین در خانه ریکاردو دارد پرونده ونسا را با پلیس پیگیری می‌کند. لحظه‌ای که وارد توالت می‌شود، می‌بینیم که انجل از قبل پشت پرده پنهان شده و بلا فاصله با ریکاردو داروی بیهوشی تزریق می‌کند و باعث می‌شود که او بیهوش شود. پس از آن با دقت مخلوطی از سم را به مشروب ریکاردو اضافه می‌کند. در مرحله بعد الکل را مستقیما در دهان او می‌ریزد. پس از آن با گذاشتن سم روی میز ردهای خود را پاک می‌کند تا به نظر برسد که ریکاردو خودکشی کرده. وقتی دوباره خانه خودش برمیگردد، با اتاق ونسا می‌رود تا او را برای صبحانه ببرد. ونسا حالا با همان ویلچری که انجل دارد این طرف آن طرف می‌رود. حالا دیگر فقط می‌تواند تسلیم تمام کارهایی شود که انجل با او انجام می‌دهد. به عنوان نمادی از جدیت، انجل حلقه ای را به او نشان می دهد و به عنوان همسرش از او خواستگاری می کند. اما ونسا با پیشنهاد ازدواج او پاسخ نمی دهد و در عوض به توالت می رود. یک نخونگیر می گیرد و قصد دارد کاری با آن انجام دهد. در نیمه های شب انجل متوجه می شود که ونسا تب دارد و برای خرید دارو به داروخانه می رود. ونسا از موقعیت استفاده میکند و از ناخونگیری که قبلا گرفته بود برای باز کردن تناب استفاده میکند و موفق میشود آن را باز کند. اما پاهای او هنوز فلج است، بنابراین مجبور است تا بیرون از اتاق بخزد. یک پیچ گوشتی میگیرد تا قفل در اتاق خواب را بشکند و بالاخره از اتاق خارج میشود و همچنان میبیند که دیگر نمیتواند وارد شود. بلا فاصله از آپارتمان خارج میشود و با آسانسور میرود.
اما متاسفانه هم میبینیم که انجل از داروخانه برگشته. ونسا سعی میکند از طریق پله ها فرار کند، اما انجل با سرعت او را تعقیب میکند تا حدی که حتی با ویلچر از پله ها خود را پایین میاندازد. موفق میشود پای ونسا را بگیرد، اما وین با مبارزه با او ادامه میدهد و باعث میشود که انجل تقریبا از پله ها پایین بیفتد. در این مرحله ونسا پیچگوشتی را که در جیبش نگه داشته بود بیرون میکشد و چندین بار با آن به انجل میزند تا اینکه بالاخره به طبقه همکف میافتد. قبل از پایان فیلم میبینیم که انجل هنوز زنده است، اما حالا کاملا فلج شده که باعث میشود اصلا نتواند حرکت کند. بعد یک پرستار مرد با زنی که ادعا میکند دوست دختر اوست ملاقات میکند و معلوم میشود که آن زن کسی نیست جز ونسا، که با حالتی ترسناک به انجل خیره میشود و به طعنه میگوید که از این به بعد از او مراقبت خواهد کرد. در پایان ویلچر انجل را با لبخندی شیطانی از بیمارستان بیرون میکشد. آیا ونسا قصد دارد از انجل به خاطر رفتاری که با او داشت انتقام بگیرد؟